خب میام روی تب اینترفیسز، چی میبینم؟ میبینم که من روتر بردم آربی 952 5 تا اینترفیس اترنت دارم که اتر دوم به لپتاپ هم متصله و رانینگه، ولی WLAN 1 و WLAN 2 من چی؟ دیسیبله. بیاید روی WLAN 1 کلیک بکنید و انیبلش بکنید، روی دکمه در واقع انیبل کلیک بکنید و بذارید این اینترفیس شما آپن رانینگ بشه. بیاید روی وایرلس کلیک بکنید. و من میبینم اسپسیفیک اینجا تو منوی وایرلس و تو این پنجره وایرلس تیبل داره اطلاعات مربوط به WLAN 1 من و WLAN 2 من رو نشون میده. به عنوان مثال داره میگه WLAN 1 شما تایپش اینه، اکچوال MTUش اینه، مک آدرسش اینه، حالا آیتمای دیگه، ولی داره میگه اپریشنش تو باند 2.4، چنلش 20 مگاهرتزی هست و روی داره روی در واقع فرکانس پایه 2412 اپریشن داره. خب من کاری که میخوام بکنم چیه؟ تو قدم اول من میخوام به WLAN 1 خودم IP بدم، دقیقا مشابه اینترفیس های اترنت هم IP ادرس اد میگم WLAN 1 IP 10.0.0.1/24 اپلای اوکی. خیلی خوب بذاری اینا رو هم من دیسیبل بکنم، ببخشید این انیبل باشه، این رو دیسیبل بکنم. پس الان WLAN 1 من IP 10.0.0.1/24 گرفت. این اولین نکته. نکته دوم اینه که میخوام روی کارت شبکه WLAN 1 خودم DHCP ران بکنم، یعنی اگه وقتی شما من متصل شدید بتونید از کارت شبکه WLAN 1 من IP بگیرید. IP DHCP سرور WLAN 1 next بله اسپیس هم 10.0.0/24 باشه، گیتوی من 10.2.0.1 باشه، مثلا میگم از 0.100 تا 0.200 بله IP بده. مرسی. چه DNS هم فعلا مهم نیست، ولی من 4 تا 8 ست کردم. next و اوکی. خیلی خوب دیگه چی؟ میخوام اپریشن مود خودم رو در قالب اکسس پوینت ستاپ بکنم. شما وقتی به اکسس پوینت خونگیتون وصل میشی، مودم ADSL خونگیتون یه SSID داره و یکی هم رمز دیگه، درسته؟ خب بیام من این رو اینجا هم پیکره بندی بکنم. اولین کاری که میکنم میام تو بخشی به نام Security Profile، میزنم پلاس و اسم رو میزنم. میزنم چی؟ مثلا رحمتی API Access Point. خب بیا اسم گذاشتم. قدم بعدی میان توی بخش مود آیتم داینامیک کیز رو انتخاب میکنم و آتنتیکیشن تایپ هم رو مثلا میزنم WPA2 with PSK Pre-Shared Key. یه پسورد رو هم میذارم، پسورد هم میذارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اپلای اوکی. یه چک دیگه بکنم. بله این که بسته های من سایفر بشه هم تو حالت یونیکست و هم تو حالت گروپ یا مالتیکست، اینا رو میذارم تو همون استاندارد AES باشه. اینم اوکی، قبول. خیلی خوب حالا قدم بعدی میام روی WLAN یکم کلیک میکنم
و مود دستگاهم رو میذارم AP بریج. مود دستگاهم رو گذاشتم توی AP بریج، یعنی من میشم اکسس پوینت و شما باید در واقع دیوایس خودتون رو بذارید استیشن. یعنی پس من میذارم AP بریج چون میخوام به شما سرویس بدم، اکسس پوینت بشم، ولی شما کاری که باید انجام بدید این رو باید تبدیل بکنید به استیشن. خب باند فرکانسیم رو میذارم همون باند در واقع 2 گیگاهرتز با استاندارد BGN. چنل وایدم رو همون 20 انتخاب میکنم. باند فرکانسیم رو فعلا از من بپذیرید تا بعدش در مورد استوپرها بازش بکنم. روش کلیک بکنم، یکی از همون 11 تا یا 13 تا چنل رو میتونید انتخاب بکنید. حالا ببینید اینجا چند تا، 13 تا، همون 13 تا چنل اینجا ایندکس شده. شما هر کدومش که دوست داشتین انتخاب بکنید. من مثلا 24 22 رو انتخاب میکنم. میام روی سکیوریتی پروفایل کلیک میکنم، میگم رحمتی ای پی. سکیوریتی پروفایلمو اینجا انتخاب میکنم. حالا به عنوان مثال اینجا اس اس رو میذارم رحمتی پی سی مثلا. و به عنوان مثال کشور رو هم میذارم ایران. و چیکار میکنم؟ میزنم اوکی. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا به عنوان مثال من میام وای فای گوشیم رو روشن میکنم ببینم آیا ببینید رحمتی پی سی وجود داره. اگه روش کلیک بکنم میگه رمز رو بده. رمزم چی بود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و کانکت. خب احراز هویت شد. اگه برم تو تب رجیستریشن ببینید میگه که بله میگه این به دیوایس متصل شد AS32. بله اگه شما هم بیاین وصل بشین، مثلا شما الان میتونید با لپتاپاتون به من متصل بشین. خب یه ترای بکنین همه تون بس میشین به اکسس پوینت من. خب جواد اس بس شد. یه سری ها با گوشی بس میشن، یه سری ها با خدمت شما عرض بکنم که لپتاپ و هر کدومی که به روتر بورد من متصل بشه اینجا ایندکس میشه. خب حالا میخوام قبل از اینکه بیایم روتر به روتر وصل بشه بیاین همین سناریو رو خودتون رو روتر بورداتون پیاده سازی بکنید. یعنی بیاین یه شبکه WLAN راه اندازی بکنید و با لپتاپتون و گوشیتون وصل بشید به شبکه خودتون.